عزیزم سرتو بیاد پایین، میخوام این مدال رو تو گردنت بندازم. آها تو جایی قهرمانی شدی. این مدال واسه چیه؟ نفرمایی شکست نفسی نفرمایی. شما تو بزرگترین آوردگاه قهرمان شدی و مهمترین حتی، و اون حضور در انتخابات، و این مدال لایق گردن شماست. آها جنس این مدال چیه؟ طلاست. حالا طلا نه، جنسش زرینه. مگه نشنیدی وزیر کشور چی گفت؟ گفت مردم با حضور در انتخابات مدال زرین به گردن خودشون انداختن. ما مال همه انداخت تو گردنشون، این مدال زرین فقط گردن تو مون. حالا صدقه آره چقدر بهت میاد. با امید مدال های زرین بیشتر، امیدوارم که همینجور مدال زرین تو گردنت بیاویزیم. آره بله چی فکر کردی؟ این حالا درسته ما به تالی افغانستان، دولت تالی افغانستان نقد زیاد میکنیم که همش هم درسته، متحجر هستن، حقوق زنان رو نقض میکنن، اینم درسته، و چندین نقد دیگه که اونم درسته، ولی یه کار مثبت کردن، تورمشون مثبت که نیست هیچ، تازه منفی شده 10%. یعنی او کالایی که او ماه اقدر بود حالا 10% کاهش پیدا کرده. تازه امسال هم پولشون 28% رشد پیدا کرده. آقا دولو تالی چی کار میکنی؟ این فرمونی که میری چجوریه؟ مسئولین ما، شما فقط تهجر از تالی یاد گرفتید، لاغر اینم یاد بگیرید در کنار او تهجری که گرفتید یاد گرفتید، گرچه خودتون بله او چیزا هم بلد بودید، لاغر اینم ازشون یاد بگیرید. میگن واسه جراحی پیچیده قلب کودک 5 تا دکتر تو ایران هست، و میگن یکی از همین دکترها 600 خورده کودک تو نوبت عمل داره و میخواد مهاجرت کنه. جان مادراتو ندید، جان عزیزاتو ندید. میدونم شرایط سخته ولی واسه کل مردم. حالا بازم شما نسبت بقیه مردم یکم شرایطتون بهتره. حالا شاید خارج از کشور شرایط واسه شما آسونتر و بهتر باشه، ولی تو کشور خودتون ببونید همه چی که شرایط بهتر نیست. رسالت اصلی شما کمک کردنه. شما اگه برید این کودک های کم بزاعت کجا عمل کنن؟ اینا که ندارن هزینه درمانو تو خارج از کشور بدن، امیدشون به شماست. خواهشن یکم به فکر مردم باشید، میدونو اذیت میشید و همینم اجر کارتون رو بیشتر میکنه. دمتون گرم. یعنی توی دنیا همه چی پدر داره، پدر پزشکی، علم، هنر، موسیقی، فیزیک، فضا، و بین این پدرها یه پدر ناخلف هم پیدا میشه. آره و گرفتنش. کیو؟ پدر سایت شرط‌بندی ایران رو گرفتن، امیر شقاقی. بله و این پدر نمونه پدر ناخلف عوضی رو گرفتنش، تو ترکیه گرفتنش. میگن گردانندهی کلی سایت بود، یعنی همه این شاخهایی که تو سایت بودن زیر مجموعه امیر بودن. حالا یه امیرم که گردن میگرفت از این وقت کلاهبردار بود سایتاش، یعنی یه امیر. آره الان امیرها خوبن، اسمشون بد درفته. آره من امیر خوب زیاد دیدم. آکو کی نمیتونم بگم. اینم حوالم، آدم باید احترام حوالش رو نگه داره، هرچی نباشه قراره بهشون حواله ماشین تعلق بگیره. ارواجی الان 1 سال سایت ها بسته است. این حواله ماشین آیا هست نیست؟ اگه بهشون حواله تعلق نمیگیره این همه هواش نداشته باشم. به جان الکی واسش وقت نزن عوضی نگاهش کن. این همه روم استفراغ کرد به خاطر حواله تحملش کردم و الا من او معلوم نیست. نخواد تازه شیر خوردی همه هرچی میخواد مک بزنه. خدمت سربازیشو 14 ماه کاهش پیدا کرد، و اونی هم که 35 سالشه و 2 تا بچه هم داره معافه. این خبر خوبه، ولی ایدئال اونه که خدمت اجباری سربازی حذف بشه و سربازی حرفه‌ای بشه. یعنی به جای 5 میلیون سرباز اجباری بشه 1 میلیون حرفه‌ای.
یه میلیون حقوق خوب بگیرن و آره دیگه به جای اون 5 میلیون آماتور که درش هم میدونید بعضی هاشون به مشکلات روحی و روانی و خودکشی اینا میرسن. تو چند تا بچه یه بچه خب یکی دیگه هم درست که معافشی آها نمیارزه به خاطر 14 ماه خدمت یه بچه رو به دنیا بیاری. تو چقدر فهمیدی پر میخواد چیکار کنی میری خدمت آها نمیده چند سال دیگه تو هم معاف میشی. تو که تا حالا نرفتی بقیهش هم نمیدی تا معاف بشی. تو دیگه خیلی عزیزی هستی. باز هم تو ایران یه چی داره منقرض میشه. یوسپلنگ نه، سفره ایرانی نه، گوشت ایرانی نه، آپچی، جراح قلب میگن دارن میرن این کشور. میگه اونایی که موندن تعدادشون به انگشتان دست نمیرسه. یعنی این همه دکتر کم با این همه قلب مشکل دار. خواهشن جان مادراتون این چند تا دکتر رو نگه دارید. اینا برن کی مال ما رو درمان کنه. یعنی رفتن اینا مجبور میشه ما پیشگیری کنیم و به یه قلب عوضی بیشتر برسیم و حواسمون به تپشش باشه. آره ولی همین دکتران هم هر چی رو میتونن درمان کنن جز قلب شکسته. آه چوس احساسی کردم. آره دیگه اگه میتونن قلب شکسته درمان کنن. گفتن اونایی که تو انتخابات شرکت نکردن حالا میشه بخشیدشون ولی باید عبرت بگیرن و این ور خیلی مهمه توبه کنن. حالا متن او توبه چیه؟ واسه چی باید توبه کنیم؟ اون متن توبه اون میدید خب خب نمیشه کلی بگیم توبه میکنیم. جزئیات چیه؟ مثلا میگیم ما توبه میکنیم که در انتخابات شرکت نکردیم و به این کاندیداها رأی ندادیم. کاندیدی که حدود چندی میلیارد هزینه کرد که رأی بخره، کاندیدی که قرار بود بره مجلس و شاسی سوادش بهش رأی ندادیم، او کاندیدی که میخواست بره مجلس و از رانتش استفاده کنه، او کاندیدی که میخواست بره مجلس و درد مردم به یه ورشم نباشه بهش رأی ندادیم. متن رو بگیم عزیزم سرتو بیاد پایین. میخوام این مدال رو تو گردنت بندازم. آها تو جایی قهرمانی شدی. این مدال واسه چیه؟ نفرمایی شکست نفسی نفرمایی. شما تو بزرگترین آوردگاه قهرمان شدی و مهمترین حتی و اون حضور در انتخابات و این مدال لایق گردن شماست. آها جنس این مدال چیه؟ طلاست؟ حالا طلا نه، جنسش زرینه. مگه نشنیدی وزیر کشور چی گفت؟ گفت مردم با حضور در انتخابات مدال زرین به گردن خودشون انداختن. ما مال همه انداخت تو گردنشون، این مدال زرین فقط گردن تو مون. حالا صدقه آره چقدر بهت میاد. با امید مدال های زرین بیشتر امیدوارم که همینجور مدال زرین تو گردنت بیاویزیم. آره بله چی فکر کردی؟ این مدال